محمل کار شیطان چیه؟ نفسه. ما باید با چی کار کنیم؟ نفس کار کنیم تموم شد. بله شیطان هم گفتیم تسویل میکنه، سؤال بهت میده، شیطان هم القا امنیه میکنه، اما خود نفس میخواد دیگه، بر من اون خواسته ها. نفس تا خدایی قدرت میده، تا خدایی پیش میده، تا جایی که قرآن میگه که اینا خداشون کیشونه؟ نفسشون. بوت اینا نفسشون، خودشون رو میپرستن، بعضی خودپرست میشن، هرچی نفسشون بگه گوش میکنن. ما دو نوع نفس هم داریم، مثبت و منفی. اون نفس مثبت که از فطرت نشأت میگیره و اون نفس منفی که از غریزه نشأت میگیره. شما باید ببینید که آقا ما غریزه رو هم نفی نمیکنیم، غریزه هم مقبوله برای در نگاه یک مسلمان و باید ارضا بشه، درست، اما عقل حاکم باشه. هر جایی که آدم نباید غریزه‌شو ارضا کنه و هر جوری که نباید ارضا کنه، همونطور که شما از هر جوبی که آدم تشنش بشه آب نمیخوره که، از چشمه آب میخوره. پس اینجا ببینیم اون نفس وقتی تابع عقل بشه و عقل بر او حاکم بشه، برعکس خیلی هم خوبه، میشه از این مرکب تیز و تند استفاده کرد. به مرحله میرسی که نفس شما جواب نه به شیطان میده، چون تحت تربیت عقل بوده. این شدنیه؟ بله شدنیه. انسان ها اسیر واژه دوست دارم هم. این عبارت دوست دارم، این دوست دارم، دلم میخواد، نفسم میخواد، یعنی همین دیگه، دلم یعنی نفسم، دلم میخواد، نفسم میخواد، پدر همه رو در آورده. فلسفه این شیطان پرستا چیه؟ آلیستر کرولی میگه تمام این مذهب شیطان پرستی که من آوردم همه حرفش اینه، چنان کن آن چه خواهی، کل شریعت بود. این هرچی دلت میخواد انجام بده. ما تو اسلام برعکس اینو اصلا نداریم، دقیقا باید اون دل اون چیزیو بخواد که عقل بخواد. اصلا خدا با اون نفس بزنید دستش، هم نفس مثبت میگم، با نفس مثبت پرستیده میشه و خواسته میشه. قرآن از حب صحبت میکنه، از محبت. محبت در اثر چی وجود میاد؟ علم و فکر کردن و عقلانی اندیشیدن که بابا این فقط دست منو گرفت، محبت به وجود میاد و یه چیز دلی میشه. سوره حجرات آیه 7، عجب آیه. بسم الله الرحمن الرحیم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. میگه ته دلتونم برید با عقل بررسی کنید، میبینید از کفر و فسوق و عصیانم چی؟ بدتون میاد. میگه میفهمین اینا آدم عاقل نیست دیگه، چون شرطی شده. من اینو به شما بگم، نفس انسان میشه شرطیش کرد، یعنی کاملا ازش سواری گرفت. اگر شما اجازه دادی نفست برات لنگ و لغت بندازه، دیگه تموم شد. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، در وجود انسان اونی که حرف آخر میزنه کیه؟ عقل. تمام شد رفت. اجازه دادی اینو میخوام اونو میخوام، غلط کردی، میخوای چنامه تو پوزی بخوره که دیگه فکر این چیزا رو هم بگید. مؤمن یک کلام در کل اینو بگم، مؤمن به هیچ چیز عادت، بگید تمام شد رفت. از چیزای کوچیک شروع کنید برای جلوگیری از گناه ها. از چیزای کوچیک شروع کنید. اجازه ندید نفستون، همون عادته، همون خواستنه، بهتون دستور بده. آقا با غذا عادت داری آب بخوری، میگی من با غذا آب
نمیخورم نموش عادت دارم به خدا شدنی اینقدر آسون اصلا سخت بعد ده روز حال کردی دو روز دیگه مثلا اضافه کن پنج روز دیگه اضافه کن ما با خودت اصلا سخت نیست اصلا سخت نیست به خدا یه چیزای ساده اینجوری عادت دارم این کار رو بکنم من باید به این نتیجه برسم به عنوان یک مسلمان انشالله یک مؤمن به یک چیزی عادت نباید کنم خواب خوشاینده غذا خوشاینده هر چیزی که خوشایند باشه کنارش یه چیزی تکرار بشه خوشت میاد هر چیزی بدایند باشه کنارش یه چیزی بیاد چی؟ بدت میاد اصل مبارزه با گناه در مستحبات تنبیه نفس این بعض ما تنبیه بشه نه تو واجبات میه پله میریم جلو تو مستحبات نگاه کن آقا من رایفی میدونم دائم میرم این برنامه سخنرانی شب ساعت 2-3 نصف شب میرسم میخوابم دیگه ممکن نماز صبح چی بشه بگید قضا بشه پاشم تنبیه دو رکعت نماز صبح قضا شدن چه دو رکعت خوندن قضا شد این فایده بگید نداره خب معلومه میصرفه آقا این یکی واقعا میارزه کله صبح بخوام تو 10 صبح خواب بیدار میشم میخونم خدا مهربون اینجا باید خودت به خود تنبیه بزنی مثلا به صورت عادی تو ماهی یک بار نمازت قضا میشه نماز صبحت مثلا از روزی که این تصمیم رو میگیری میبینی توی یه هفته دو بار نمازت قضا میشه میبینی کار کیه؟ کار خداست عامل اجرای شیطون شیطون میگه بدوید یه کاری کنید آقا اون قدراشو میفرسته موچه های گردن گلافتشو میگه برید رو مخین این به یه جای برسه عهدشو با خدا بشکن میدونید عهد شکستن آدم چیکار میکنه؟ قسی القلب میکنه میگه بهترین فرصتی که فاصله بندازن بین این و خدا میاد بلند میشه ای بابا نماز قضا شروع کن دو رکعت که خودش باید بخونه چه وظیفت قضا شد 17 رکعت هم بخونه فرداش دوباره میگه آقا یه ماهی دو ماه اینجوری میگذره ماهی یه بار شده ماهی 8 بار 7 بار میخونی شیطون میگه چی میگه نوچاش نمیارز داریم ضرر میکنیم این بیشتر داره قضا نماز میخونه از این به بعد باش کار نداشته باشه داریم ضرر میکنیم برای نماز صبح این کاری نداشته باشه به عقلت رجوع کن نفسم همون جوری که گفتم راه بشه اللهم عجل لولی کل فرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه اگه میگرفت بابا این همه گفتیم اللهم عجل ولی یک الفرج یه چیزی این خراب شده این دل دیگه اون گناهه رو ببخش که نمیذاره ببین راهش این عزیز من بابا ما را به خیر تو میگی شر مرسان ما باید عشق بریزیم آقا اون برسه او داره برای ما عشق بریزه بی انصافیه والله به خدا بی انصافیه مگه غیر از ماها کیو داره همه حرفمون خدا اینه غلط کرد نفهمیدم نمیخواستم گناه کنم دوستم نداشتم بعد گناه هم ناراحت شدم به خودت شاهدی بعد از گناه ناراحت شدم اراده شو ندارم. هی میخوام بابا این لامصب شیطون نمیذار کمکم کن بذار برسیم خدایا به الهی استغفرك استغفار اقرار اللهم عجل لوليك الفرج عجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زبان صلواتی نهد بفرم.